من تصویر من هست، صدای من هم هست، هیچ خودم نشنمیش. اینجا آمد. به نام طبیعت. سلام بچه ها، وقتتون بخیر باشه. خوش اومدید به کلاس آمادگی برای آزمون نمونه دولتی 1401. قراره که امروز یه تعدادی سوال که احتمالش این که تو آزمون پسورداتون بیاد به شدت زیاده رو حل کنیم. یه جنبندی خیلی خوب هم قرار داشته باشیم. بچه ها یه نکته به شدت مهم. توی آزمون نمونه دولتی خیلی احتمال اینکه سوال تکراری بیاد زیاده. یعنی سوالایی که امروز شما میبینید احتمالش هست پس فردا شبیهش بیاد یا حتی عیناً مثل خودش بیاد. بارها شده من الان تو این سوالا هم بهتون نشون میدم یه سوالی اومده مثلا شبیهشو یا آزمون دیگه هم گذاشته. این نکته خیلی مثبته. تا آخر کلاس با من باش، قراره که خوب این سوالا رو بررسی بکنیم. کلاً دو ساعت و نیم قراره که در کنارتون باشم. زیادم وقتتون رو نمیگیرم چون این دو روز به شدت دو روز مهمی هستن. بعدش هم کلاس شیمی دارید فکر کنم ساعت 8. باید مرور کنید حساب این دو روز به شدت مهمن و خیلی میتونن تاثیر بذارن. سلام. درس حسابی اول پرسی نکردیم. یه سری از بچه‌ها که بودن از قبل با ما تو اردوی نوروزی بودن، تو شب امتحان بودن، توی تیسوشان بودن با ما، امروز در خدمتشون هم. یه سری بچه هم تازن، یه معرفی میکنم برای بچه های تازه. من امیرحسین سرایفر هستم، مدرس کنکور رتبه 32 کنکور تجربی. امروز قراره که پر انرژی بریم با هم دیگه سوالا رو بررسی بکنیم. سوالای نمونه دولتی که بارها تکرار شدن و خیلی مهمه. بچه ها ازتون انرژی میخوام. تعداد بچه ها زیاده، انرژی هم میخوام زیاد بشه. اینجا بچه ها هر کدوم یه عددی دارن. شیمی مثلا -2، فیزیک مثلا نمیدونم 10 چنده، زیست 97. بچه ها میخواین انرژی بدین به من، این عدد رو اسپم کنید. یعنی چی اسپم کنید؟ اینجا رگباری بفرستید آدم حالی میاد. بریم که شروع بکنیم بچه ها. از سوال 1 تصویر واضحه دیگه کاملا برای بچه ها. خب هر کس هم بچه ها نتش اگه خدای نکرده ضعیفه، کیفیت تصویر رو از اینجا میتونه تنظیم بکنه بیاره پایین تر که روون بتونه ببینه دیگه داستانو. خب سوال اول هم بچه ها من حلش میکنم، یه ذره گرم شید. سوالای بعدی رو از شما هم کمک میخوام برای حلش. یک گفته چند مورد صحیح نیست. این تیپ سوالای چند موردی رو بچه ها شما تو کنکور تا دلتون بخواد میبینید. توی حالا آزمون تیسوشان هم هست، نمونه دولتی هم سر کلش پیدا شده. چند مورد بهتون میدم، ولی خب خوبیش اینه که این موارد الف به اونجور چیزو گفته، عدد بهتون نده، مثلا بگه 3 مورد صحیحه. الف میگه در برگ هر گیاه هوشمندانه باید سوال حل کنی. با وقت سر و کار داری، وقتت محدوده. وقتی میگن روش تستی مثلا برای حل سوالا به کار ببر یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا من دیدم میگه در برگ هر گیاه، اینو بدونم همینجا باید ردش بکنم. آقا مگه هر گیاهی برگ داره؟ نداره دیگه. هر گیاهی که برگ نداره از کجا میگم اینو؟ شما خوندین دیگه، ما چند دسته گیاه داریم؟ این پایین 4 دسته گیاه ما میشناسیم. 4 دسته کدومان؟ اولی خزه، دومی سرخس، سومی بازدانه، چهارمی نهاندانه. 4 تا دسته کلا گیاه ما داریم. خب هر کدوم هم یه ویژگی دارن. این هشتگ هایی که میبینی مهمه، ویژگی های مهمشونه. این ویژگی ها رو باید بلد بشی، کلید واژه هر کدوم از این گیاه های باید بلدشون باشی. مثلا خزه اولین گیاهان، از ساده ترین گیاهان، اصلا آون ندارن، اصلا برگی ندارن، ریشه ندارن، ساقه ندارن. به جاش یه سری اجزا دارن به نام مثلا برگ سا، ساقه سا، ریشه سا. اگر سوال بیاد بهتون بگه مثلا برگ خزه، غلط میشه کلا. خب این بالا اون چی گفته بود؟ گفته بود در برگ هر گیاه. خب من همینجا میام میگم که اصلا خزه برگ ندارد و از شر مورد الف رها میشم، خلاص میشم، همینجا ردش کنم، اصلا دیگه نیازیست بقیهش رو بخونم. پس صحیح نیست رو میخواد دیگه. توی موارد باید الف باشه، پس گزینه 2 خط میخوره. حالا میخوام ببینم که ته درسته یا غلط. خب اینم ته درسته یا غلط. اگر ته درست باشه میتونم این مورد 4 رو رد بکنم.
اگر غلط باشه میتونم اصلا به گزینه 1 و 3 نگاه نکنم، مستقیم بزنم گزینه 4. اینجوری باید زمان بخری. ترو ببینم چی میگه. میگه پیوستگی مولکول‌های آب در آوند چوبی از عوامل مؤثر در حرکت آب به سمت بالا میباشد. بچه‌ها ما یه چیزی داشتیم توی گیاهان به نام تعرق. تعرق یعنی چی؟ بیایم به فصل 12 کتابتون دنیای گیاهان راجع به تعرق اینجا دقیقا صحبت کرده. تعرق به زبان ساده میخوام ببینم یعنی چی. تعرق به زبان ساده یعنی خروج بخار آب از گیاه، از اندامه‌های هوای گیاه، یعنی از برگ و تا حدودی ساقه. یعنی بخار آب اینا خارج میکنه. خب این بخار آب خارج پیدا بکنه چه تأثیری میذاره روی گیاه؟ ببین این خروج بخار آب باعث میشه که یه مکشی در طول آوند چوبی ایجاد بشه. این آوند چوبی موادش به سمت بالا بتونن حرکت بکنن. به این میگیم فشار مکشی تعرق که اینجا راجبش حرف زده. ببین ما اینجا تو این تصویر داریم میبینیم این آب توی آوند چوبی داره میاد بالا. خب هیچ وقت براتون سوال نشده خب این تحت تاثیر چه نیرویی داره میاد بالا؟ اینجا رو ببین داره به صورت مولکول‌های بخار آب خارج میشه، یه مکش ایجاد میشه، آبو میکشه بالا. پس این موردی که اینجا گفته بود مورد ته راجب تعرق نیست، ولی گفته پیوستگی مولکول‌های آب. ببین اگر مولکول‌های آب نیروی همچسبی نداشته باشن، همچسبی یعنی چی؟ یعنی ببین مولکول‌های آب دلشون نمیخواد از هم دیگه جدا بشن، دست همدیگر رو میگیرن با هم حرکت میکنن. خب این تعرقه در واقع به کمک این نیروی همچسبی میاد مولکول‌های آب رو به سمت بالا حرکت میده. پس این پیوستگی مولکول‌های آب هم خیلی مهمه، اگر این نباشه عملاً حرکت رو بالا نخواهیم داشت. پس این درسته، این درسته، ولی اینجا تو گزینه 4 اینو بهمون غلط معرفی کرده. پس گزینه 4 هم من خط میزنم. حالا باید مورد ب رو بررسی بکنم. میگه هر تار کشنده از یاخته هایی تشکیل میشود. بازم همینجا هم میتونم ردش بکنم. چرا؟ چون ساختار تار کشنده رو بلدم. ساختار تار کشنده رو اینجا تو این تصویر به خوبی شما میتونی ببینی. بچه‌ها یه چیزی بگم راجع به چت. اولا که زیاد الان درگیر چت نشید، نه توی چت باشید نه چت بکنید. هر وقت گفتم حالا میایم سوالاتتون رو بررسی میکنیم. اگر سوالی دارید، چون میگم تعداد اینجا زیاده، من نمیرسم تک تک همه رو جواب بدم و وقت خیلی زیادی میگیرید، عملا نمیرسیم همه سوالا رو تحلیل بکنیم. اگر سوالی دارید توی گروه رفع اشکال زیست هم میتونید بپرسید. یه گروه داریم توی تلگرام. ببینید شما با زدن این دوتا آیدی، یعنی دوتا یه آیدی انجفتشون، با سرچ کردن الوزیست هم تو اینستاگرام هم تو تلگرام میتونید منو پیدا بکنید. تو تلگرام الوزیست رو که سرچ میکنی میری وارد کانال میشی، تو بایوی کانال لینک گروه رفع اشکال هست، میای اونجا وارد گروه میشی، یه بات داره فکر کنم 3 نفر باید عضو بکنی، بعد میتونی سوالاتو بپرسی. سوالاتت هم میپرسی، من اونجا میام جواب میدم. پس سوال اگر دارید اینجا بپرسید که من بتونم دونه دونه به همشون پاسخ بدم. الان هم تعداد زیاده، هم خیلی از سوالو گم میشم، الان نمیتونم بهشون برسم. این شکل بچه‌ها تو کتابتون نیست، ولی یه درک خیلی خوبی بهتون میده از اینکه تار کشنده دقیقاً چیه. تار کشنده شما میدونید سری رشته های ظریفیه که اطراف ریشه هست، باعث میشه که آب جذب بشه، باعث جذب آب میشه. حالا من بیام این رشته های نازک رو بررسی بکنم، میبینم که اینا در واقع یک سلول بودن. این یه دونه سلولیه که یه زائده اینجاش قرار گرفته. به این زائده میگیم تار کشنده. ناکن این زائده ای که الان اینجا هست میشه تار کشنده. پس ماهیت تار کشنده چیه؟ بخشی از یک سلوله، بخشی از یک یاخت است. از ماهیتش هم من حواسم بهش باشه. بخشی از یک یاخته یا بخشی از یک سلول. حالا این سوال به من چی گفته بود؟ گفته بود تار کشنده فکر کنم سلول هایی دارد دیگه، یه همچین چیزی گفته بود. از سلول هایی تشکیل شده، همینجا غلطه. از سلول تشکیل نشده، از سلول هایی تازه ندید. ببین وقتی میگه هایی یعنی چند تا سلول، خیلی غلطه. هر تار کشنده ای مربوط میشه به یه سلول. پس من همینجا بیام این موردم رد بکنم، الف گزینه درسته منه، الف و ب غلط بودن، گزینه 1 رو من انتخاب میکنم. خب بچه
سوال بعدی میخوام یه خورده خودتون فکر بکنید، تو چت فقط جواب رو برام بفرستید و موارد رو هم اون موارد موردی که نیستش اصلا، فقط گزینه رو برام بگید کدوم گزینه صحیح میشه. این وسط که بچه ها دارن حل میکنن من یه دونه سوال دیدم جواب بدم. روزنه چی کار میکنه؟ بچه ها روزنه یه منفذه، روی برگ قرار داره، حالا روی ساقه هم ما میتونیم ببینیم، ساقه جوان روزنه داره، یه منفذه که اطراف این منفذ دو تا سلول قرار گرفتن. به این دو تا سلول میگیم نگهبان روزنه. این دو تا سلول فکر کن اینجوری هن. حالا وسط بچه ها دارن سوال حل میکنن، باز و بسته میشن، نمیدونم میبینی الان، باز و بسته میشن. باز و بسته شدن این سلول‌ها یعنی چی؟ یعنی اینکه روزنه میتونه باز و بسته بشه، کنترل میکنن باز بودن و بسته بودن روزنه رو. حالا از روزنه چه اتفاقی میفته؟ روزنه یه محلیه که گیاه باش تنفس میکنه، باش تبادل گازی انجام میده، CO2 رو میگیره، O2 رو میده بیرون. تنفس گیاه برخلاف ما جانوران دیگه، ما مصرف کننده ایم، O2 میگیریم داخل، CO2 میدیم بیرون. گیاه برعکس، CO2 نیاز داره، CO2 رو میده داخل، O2 رو میده بیرون. گیاه اکسیژن تولید میکنه دیگه، پس تبادل گازیش اونجا انجام میده. تازه بخار آب هم از این روزنه ها خارج میشه، یعنی محلی که تعرق انجام میگیره در واقع همون روزنه است. بریم که این سوال رو حل بکنیم ببینیم داستانش چیه. بیشتر بچه ها درست حل کردن، دم خودتون گرم. اول از همه بریم ببینیم چی میگه. خوب توجه بکن، این کلید واژه ها، این عبارت هایی که اینجا اومده خیلی راحت میتونه سوال پس فرداد بشه. به این عبارت ها میخوام توجه بکنی. میگه یه چیزی که ریشه، ساقه و برگ حقیقی نداره چیه بچه ها؟ الان گفتم بالاتر، سرخس یا خزه، کدوم باید انتخاب بکنم؟ بچه ها سرخس داره، خزه بود که نداشت ریشه، ساقه، برگ حقیقی. به جاش ریشه سا داشت، برگ سا داشت، ساقه سا داشت. پس مورد یک و دو رد شدن. مورد دو سه رو بررسی بکنم. میگه ترکیبات دیواره دو، که دو در واقع این جای خالیه باید بشه، یا اینه یا اینه، از عوامل ایجاد حساسیت و آلرژی در افراد هستند. اسانس گل معطر که اصلا دیواره نداره، یه دانش آموز باهوش میتونه همینجا اینو رد بکنه، بزنه گزینه دو. ولی خب حالا من میگم آقا مثلا فرض بکنیم اسانس گل معطر رو نمیدونه دقیقاً داستانش چیه. دانه یه گرده بچه‌ها از سلول تشکیل شده، دیوارش حساسیت زای. توی بهار میبینید گرده افشانی میکنن گیاهان، بعضی از افراد حساسیت دارن به خاطر این دانه گرده است. حالا ایچ میگه بیشتره. نکنید دوتا مورد جفتشون آونده چوبی هم، پس بهتره با این مورد اصلا کاری نداشته باشم چون کمکی به من نمیکنه توی حل سوال. میرم بعدی رو بررسی میکنم. یکی گفته عامل بیماری ایدز، چون چهاره دیگه. یکی گفته پاکسازان محیط زیست. خب ببینم این چهار چی میگه. میگه چهار ساختار سلولی نداره، در حالی که خارج از بدن ما شبیه بلور بوده و تکثیر نمیشه. به هر کی بدی میدونه این ویروسه. این کلید واژه مهم ویروسه. بچه‌ها ویروس جاندار زنده نیست. هرچند بعضی از دانشمندا ممکنه بگن زنده است، ولی توی کتاب درسی شما، توی کتاب دهمتون اینا جزء ساختار زنده محسوب نمیشه. چون سلول نداره. ما میگیم هر چیزی که سلول داره میتونه زنده باشه. سلول نداره و خارج از بدن شبیه بلور اصلا. یه چیز غیر زنده است. وقتی وارد سلول میشه میتونه تقسیم بشه. حالا این است. میگه عامل بیماری ایدز که دیگه همتون ماشاءالله استادشید. عامل بیماری ایدز رو میدونید، یه ویروسیه به نام چه ویروسی؟ HIV. درسته؟ خب پاکسازان محیط زیست حالا چیه؟ پاکسازان محیط زیست چیه بچه؟ تجزیه کنندگان. تجزیه کنندگان رو میدونید چی هم بچه؟ یه سری موجودات بودن بقایای موجودات زنده رو از بین میبردن، تجزیه میکردن، مثلا مثل باکتری ها، مثل برخی از قارچ ها. اینکه جسد مثلا تجزیه میشه به خاطر این موجوداته. خب ما بین این موجودات ویروسی نمیشناسیم، بین این موجودات هیچ ویروسی وجود نداره، پس با باز خود به خود میتونیم گزینه 3 رو بازم رد بکنیم. الان 4 رد شد، 1 هم رد شد، گزینه 2 باید درست بشه. حالا هم من بعدی هم بخونم، بعدی هم که اصلا قمری های خانگیه، طبیعتا جفتشون فرق نمی کنن. فقط باید بدونید قمری های خانگی از یک گونه ان، یعنی با هم دیگه میتونن تولید مثل داشته باشن و
جاندار حاصل زنده است و توانایی تولید مسی داره. به اصطلاح بچه ها میگیم زایا و زیستای. زایا و زیستای. پس تعریف گونه چی شد؟ جاندارانی که شبیه همن میتونن تولید مثل داشته باشن، زاده حاصل از تولید مثلشون هم زایا و زیستا. یعنی چی زایا و زیستا؟ زایا یعنی که اون جاندار حاصل بتونه تولید مثل بکنه، زیستا یعنی که زنده بمونه. مشخصه. براتون مثال میزنم. مثلا نمیدونم الاغ نر سگ، الاغ نر اسب نر چیه با هم دیگه تولید مثل میکنن، الاغ با اسب، حالا نمیدونم کدومشون نر کدومشون ماده است، با هم دیگه تولید مثل میکنن، چی میشه بچه؟ قاطر به وجود میاد. خب قاطر الان حاصل دوتا گونه مختلفه، یکی الاغ بوده یکی اسب بوده. قاطر زنده است ولی توانایی تولید مثلی نداره، عقیمه. دوربین رو یه ذره جلوتر بیارم، واضح نیست بچه ها براتون. اینو هم بگید راجع به دوربین. تو آپارات فول اسکرین نداره، ولی توی اسکایروم که ما کلاس رو برگزار میکنیم فول اسکرین اصلا نمیدونم چرا مهندس توی اسکایروم برگزار نکرد. بذار الان ببینم که میشه یه ذره جلوتر آورد. من الان میگم بهتون. خب اوکی شد، جلوتر آوردیم سفر بچه ها. ترجیحاً با لپتاپ اولا نگاه بکنید، با گوشی مربع بزنم. آره فول اسکرین رو که فکر کنم بلد بشید دیگه، اون مربع رو بزنید طبیعتاً فول اسکرین میشه. با لپتاپ ترجیحاً نگاه بکنید بچه. کلاس رو با گوشی آدم نگاه نمیکنه، گوشی خیلی کوچیکه طبیعتاً. لپتاپ دم دستتون باشه، رو میز نشسته باشید، نه اینکه خوابیده باشید رو تختت. کلاسه، کلاس مدرسه نیستش. میخوای چهار تا چیز اینجا یاد بگیر تو این دو ساعت و نیم، خیلی واسه امتحانت آماده بشی دیگه. وقت داری میذاری، میخوای بهترین نتیجه رو هم بگیری. کانال بچه تو این جزوه هست، تو این جزوه، این گوشه چیز کجا؟ جزوه رو که براتون تو وبلایت می، تو وبلایت کلاسیتی میذاریم دیگه، تو کانال تلگرام هم من میذارم. نکن این الوزیست، این کاناله خودم. برای اینکه برای بقیه جزوه ها بخواید دسترسی داشته باشید، بقیه درس ها کلاس سی تی، یه ادساین هم که قبل همشون داره دیگه طبیعتا. خب این دوتا کانال، یه سری بیان مرور بکنم گیاهانو بچه. گیاهان بر اساس داشتن یا نداشتن آوند دو دسته داره. گیاهان بدون آوند فقط خزه، فقط خزه است که بدون آونده. آوندار میشه سرخس بازدانه، نهان داره، که از رو اسم این دوتا مشخص، اینا دانه دارن، اسمشون دانه داره. سرخس دانه نداره، از طریق هاگ تولید مثل میکنه. خزه هم مثل سرخس بدون دانه است، از طریق هاگ تولید مثل میکنه. راجع به سرخس این نکاتو بدون، خودروه مثل علف هرز، اولین گیاه آونداره. خب خزه که آوند نداشت، بعد خزه میشه سرخس دیگه. ساقه زیرزمینی داره، ساقش زیر زمین رویش پیدا میکنه. این دنبرگاش طویله، تو عکس کتابتون هست. و راجع به خزه هم بدون که ارتفاعش خیلی کمه. یه فعالیت هم آمده بود گفته بود چرا ارتفاعش اینقدر کمه، چرا این پوشش مخملی رو ایجاد میکنه. مثلا سنگ رو دیده باشید تو طبیعت، تو جاهای مرطوب مثلا استانه شمالی، ببینید مثلا روی سنگ یه سری پوشش‌های مخملی شکل است، اونا خزن و تو محیط مرطوب پس زندگی میکنه. خزه رو واسه چی ارتفاعش کمه؟ به خاطر اینکه آوند نداره، لوله‌ای که بخواد مواد رو براش تو مسیر طولانی جابجا بکنه رو نداره، واسه همین کوچیکه که او مواد معدنی رو بتونه سلول به سلول انتقال بده.
و بازدانه و نهاندانه هم که فرقشون اینه، نهاندانه میوه و گل داره، بازدانه نداره، به جاش مخروط داره. بیشترین گیاهان روی زمین هم نهاندانه. این از بریم پایین تر نمونه دولتی البرز ببینیم چه سوالایی داده. من اینو زوم میکنم که شما با کیفیت کامل بتونید ببینید سوالا رو. دیگه خیلی بزرگ شد. سوال سخت نیست. ببینید توی نمونه دولتی من بهتون راحت بگم، خیالتون راحت بکنم. این سوالا رو ببینی، آشنا بشی، بعد متن کتاب درسی رو درست حسابی بشینی بخونی، میتونی قبول چی راحت. چیز خیلی پیچیده‌ای واقعا نیست. یعنی میدونم بچه‌ای که اینجا اومدن دارن وقت میذارن، کلاس رو دارن گوش میدن، تواناییشو دارن که آزمون نمونه دولتی رو خیلی راحت پشت سر بگذارن. نهان دانگان بچه میوه دارن ها؟ اگه گفته باشم نهان دانه میوه نداره که غلطه. نهان دانه میوه داره، گل هم داره. بچه ها اینو بدونید، گل تبدیل میشه به میوه. بذارید اینجا اینو براتون بنویسم. میوهی که در واقع شما میبینید روی گیاهان هست در واقع گل بوده، بعد تبدیل شده به میوه. پس هر گیاهی که میوه داره گل هم داشته قطعا، چون گله که باید تبدیل بشه به میوه. اینو حواستون بهش بشه. نهاندانگان گل و میوه رو دارن. حالا چرا بهشون میگیم نهاندانه؟ بارها گفتم چون که دونه شون رو توی میوه پنهان کردن، دانه شون نهانه، بهشون میگیم نهاندانه. خب در مورد خزه کدوم نادرسته؟ ریشه ساق برگ واقعی نداره، درسته. خب این ما گفتیم ریشه سا داره، برگ سا داره، ساق سا داره. بهت بگه ریشه خالی غلطه. میگه هاگدان آنها در رأس گیاه. یه نگاه بندازیم به شکل کتاب نهمتون راجع به خزه ها. اینجا ببین یه سرخصو داری میبینی؟ نگه ریشه سا بخش ساق مانند یا ساق سا یه میله داره که این میله ختم میشه به هاگدان، محلی که هاگ ها در واقع توش ساخته میشن و وجود دارن. هاگ بچه ها یه سری دونه هایی که دانه که دارم میگم به اصطلاح یه سری اجزایی هستن که پخش میشن، بعد هر کدومشون میشن یه دونه خزه جدید. خب من دارم میبینم دیگه هاگدان در رأس گیاهه. بعد تازه نگاه بکن ساق و برگش آنچنان از هم دیگه مجزا نیستن. این ساقه یه سری انشابات گرفته شده برگ. ساق و برگ واسه همین میگیم خیلی واضح نیستن توی خزه. نکن اینو میبینی، اینو هاگداناشن ها، این که اومده بالا، این خود خزه است. این چیزی که اینجا سبزه شبیه چمن مصنوعی میمونه خزه است، این هاگدانش اومده بالا. خب هاگدان در رأس گیاه قرار داره، بس درست. ما نادرست میخوایم. سومی میگه ریشه ها، بازم آقای هوشمند میدونه که میگه ریشه ها بعد به خزه اشاره میکنه، غلطه دیگه. خزه که ریشه نداره. همینجا ردش کن، این نادرست منه. چهار میگه بخشای برگی شکل و ساق مانند خزه ها از یاخته های متفاوتی تشکیل شدن. بچه کلن بدونید گیاهان و کلن بقیه جانوران، حالا گیاه که جانور نیست، گیاهان و جانوران بهتر بگم، گیاهان و جانوران تو بدنشون انواع مختلفی از سلول ها رو دارن. کلی انواع داریم توی مثلا بدن انسان، انواع مختلفی از سلول ها رو داریم. میاد دهم دیگه، شما رسما دهمی حساب میشید دیگه، این میشه گفت آخرین آزمونتونه و بعد دیگه میاد پای دهم، داستانای خودشو داره. این سه سال کنکور بچه ها شاید به نظر سخت بیاد، شاید به نظرتون خیلی چیز وحشتناکی بیاد، اما اگه درست ازش استفاده بکنید بعد خاطره میشه. یعنی میگید که آقا من سال کنکورم مثلا کلی چیزای جدید یاد گرفتم، کلی مهارت‌ها یاد گرفتم. درسته حالا مثلا شاید مثلا ریاضی و نمیدونم فیزیک و یه سری چیزا بعداً به کار من نیاد، ولی خب در واقع خودت رو وادار کردی که برای هدف تلاش بکنی. این نه فقط واسه کنکورت، بلکه بعدا هر آینده‌ای بخوای برای خودت بسازی، این نکته مهمه که برای اون هدفت بجنگی. توی مسیرت هم طبیعتاً یه سری سختی ها هست، یه سری چیزایی که باب میلت نیست. مثلا میدونم خیلیاتون هستین مثلا از یه سری درس ها مینالید و خوشتون نمیاد، میگید آقا این بعدن کجا به کار من میاد. حق دارید. مثلا الان من دارم دندانپزشکی میخونم، الان ریاضی هیچ به درد من نمیخوره، مثلا اینکه بیام مشتق بگیرم انتگرال بگیرم هیچ به درد من نمیخوره، ولی خب پا
پذیرفته بودم که سال کنکورم، من به هر حال برای رسیدن به هدفم باید این چیزای سخت پشت سر بگذارونم. آسون نیست مسیره، آسون نیستش، ولی اگه درست ازش استفاده بکنید قشنگ میشه. خب بریم ادامه. بخشای برگی شکلتونی هم که گفتیم دیگه درست بود. بریم بعدی. خب اینو نگاه کنید. پیشنهاد من برای این سه سال، بله من دندانپزشکی میخونم، من دانشگاه محل سکونت خودم درس میخونم، گیلان. پزشکی ریاضی نداره بچه. بچه یکی میگه چرا گزینه 4 نشد؟ میتونین جوابشو بدین؟ سوال قبلی رو میگن چرا گزینه 4 نشد؟ این هم بس کردیم. سوال قبلی این بود. یعنی غلطه که من باید این انتخاب بکنم، مگه گزینه غلط رو از من میخواست دیگه؟ 4 غلطه، 4 درسته دیگه. بخشای برگی شکل و ساقه مانند خزه از یاختهای مختلفی تشکیل شده، کاملا درسته، غلط نیستش. ما گزینه غلط رو باید انتخاب میکردیم. بچه ها به فعلا خوب نگفته. بچه ها حواستون باشه. مورد 4 رو نمیتونید گیر بدید بگید که آقا این مثلا برگ و ساقه گفته. گفته بخش های برگی شکل و ساقه مانند. یعنی برگ نیست، ساقه نیست، مانند برگه، مانند ساقه. یعنی اصلا متن کتابتونه، متن کتابتونه. ببین گفته خزه ساقه و برگ حقیقی نداره، بعد میگه ریشه هم نداره، به جون اجزای اون شبیه ریشه سا داره که اینا شبیه ریشه هستن، اون برگ سا شبیه برگه، ساقه سا شبیه برگه. پس این کاملا عبارت درستی، اصلا به این گیر نده. خب بیاییم پایین ببینیم چی داره میگه. میگه کدام گزینه درسته. ویروس ها ساختار یافته‌ای داشتن. همینجا بای بای، همینجا بای بای، همین الان گفتم یا ساختار سلولی نداره ویروس، اصلا سلول نداره. ویروس ها ساختار یاخته‌ای ندارن. خب ادامه بده. میگه در خارج بدن شبیه بلور بوده و تکثیر میشن. بچه دلیل این که ما به ویروس میگیم غیر زنده اینه، چون ویروس خارج از بدن اصلا عین یه چیز مرده است. شبیه فرض کن بلور نمک، خیلی ازش کوچیک‌تره. فرض کن یه بلور نمک که در ابعاد خیلی کوچیک‌تره. خب بلور نمک اصلا زنده است، هیچ فعالیت متابولیکی داره، اصلا هیچی نداره. پس کاملا یه چیز مرده است، خارج از سلول. ولی وقتی میاد وارد سلول میشه، مثلا سلولای ما رو آلوده میکنه، از عوامل مختلف سلولای ما استفاده میکنه، تکثیر میشه، زیاد میشه. اصلا واسه همینه که میاد سلولا رو آلوده میکنه، چون نیاز داره که وارد یه سلولی بشه و با عوامل اون سلول بتونه تولید مثل بکنه، زیاد بشه. پس عملا این که بگه خارج از سلول تکثیر میشه غلط، باید وارد سلول بشه که بخواد تکثیر بشه. دوست راجب قمری خانگیه. میگه همه قمری خانگی گروهی به نام خانواده رو تشکیل میدن. اون تقسیم بندی ابتدای فصل 11 رو بچه خوب تو ذهنتون داشته باشید. یه ذره قبول دارم حفظیه، ولی تمرین بکنید باشه این تو ذهنتون میشینه. سلسله، شاخه، رده، رسته، تیره، سرده و گونه. دو سه بار تکرارش بکنید تو ذهنتون میاد. ببینید قمری های خانگی از یک گونه اند، ولی همه پرندگانی که توی یک خانواده ان روزمند قمری خانگی نیستن. مثلا میبینید کبوتری که اینجا هست، این کبوتر رو نمیدونم دقیقا اسمش چیه، ما بهش میگیم کبوتر، اسم خاصی من دارش ندارم، ولی با قمری خانگی توی گونه قرار نمیگیره. اون کبوتر با قمری نمیتونه تولید مثل داشته باشه. پس همه قمری خانگی گروهی به نام خانواده رو تشکیل میدن غلطه. به جای چی درسته؟ اینی که گزینه 4 گفته. میگه گونه رو تشکیل میدن و با هم دیگه میتونن تولید مثل بکنن، شبیه هم به هم دیگه. این کاملا درست، کاملا درست. خب بریم
به دیار مازندران بریم این سوالش. یه ذره سوالش رو که بچه ها نگاه میکنن فکر میکنن سخته، ولی واقعا چیز سخت نیستش. بذاریم من اینو کاملش بکنم ببینید. سوال یک میگه در بررسی یک گیاه نتایج زیر به دست اومده، جای خالی رو با کدام گزینه باید کامل بکنیم؟ ببینیم چی داره میگه. بله، نکته ای که دوستمون گفتم درسته، حواستون باشه ویروس ساختار سلولی نداره ولی DNA داره. DNA داره، ساختار سلولی نداره. یعنی چی؟ یعنی هسته، سیتوپلازم، غشا رو نداره. این میشه ساختار سلولی. ولی DNA رو داره. DNA یکی از اجزای درون سلوله، اینو داره ولی ساختار سلولی نداره. اصلا اگه DNA نداشته باشه دیگه نمیتونه عملا هیچ فعالیتی انجام بده. یعنی وقتی وارد سلول میشه دیگه نمیتونه فعالیت انجام بده. پس همه چیزشون دی ان ای شه. بریم اینو حل کنیم. بچا راجع به یه گیاه میگه آقا ریشه این گیاه افشانه، تعداد گلبرگاش 12 تا، تعداد پرچمش 3 تاست. میگه این گیاه آوندای چوبیش و آبکشیش توی ساقه به چه شکلی ان، رگبرگاش به چه شکلی ان. من باید بیام این گیاه بشناسم که این موضوع برمیگرده به اینکه شما تفاوت بین گیاهان نهاندانه تک لپه رو با گیاهان نهاندانه دو لپه بلد باشید. به شدت بحث مهمیه، نه فقط واسه آزمون نمونه دولتی، آزمون تیزوشان، بلکه واسه کنکورتون. یعنی جزء مباحثیه که تو کنکور هم ازش سوال میاد. همین جدولی که من براتون آوردم تو کنکور هم ازش سوال میاد بچه، به شدت مهمه. شما باید فرق گیاه دو لپه با تک لپه رو بلد بشی. از الان یاد بگیری چه بهتر. اتفاقا یکی از بخشایی که بچهای دهمی ازش مینالن، الان اگه بچه دهمی اینجا باشه میدونه که این یکی از بخشای فراره، سوالم میاد، سوالش هم میتونه سخت در واقع طراحی بشه. گوش کنید، گیاه تک لپه و دو لپه، خب وارث‌ترین فرقشون اینه که شما دونه‌شون رو میای بررسی میکنی، تک لپه یه دونه قسمت داره، دو لپه دو تا قسمت داره. مثلا لوبیا دو قسمت داره، در صورتی که برنج یه دونه قسمت داره. حالا من دانه‌شون رو در دسترس نداشته باشم، میخوام از رو ویژگی‌های گیاه قضاوت بکنم ببینم کدوم تک لپه است کدوم دو لپه است. ریشه‌شون رو که میام بررسی میکنم، توی تک لپه ریشه افشانه، یعنی انشعابات خیلی زیادی داره، ولی تو دو لپه ریشه راسته، مستقیم میاد میره زیر خاک، دیگه اونقدر انشعاب نداره. از نظر گلشون بیام بررسی بکنم، تعداد گل برگ های تک لپه مزربی از 3. ببین اون سوال بالا به اون چی گفته بود؟ گفته بود ریشه افشان داره تک لپه است، پس گفته بود تعداد گل برگاش هم 12 تا، مزربی از 3 دیگه 12. خب اما دو لپه تعداد گل برگاش یا 4 یا 5، تعداد گل برگاش پس اینقدر. بچه برگ گیاه تک لپه باریکه، در صورتی که گیاه دو لپه برگ پهن داره. رگ برگ ها هم که در واقع همون آونده هستن توی گیاه تک لپه موازی همن، در صورتی که توی دو لپه منشعبن. پس این هم شد ویژگی چهارمش. و ویژگی پنجم از لحاظ ساقه بخوایم بررسی بکنیم، من یه برش بزنم ببینم داخل ساقه چه خبره. آونده رو که نگاه میکنم، آونده در چند حلقه قرار گرفتن واسه تک لپه پراکندن، اما توی دو لپه روی یه حلقه قرار گرفتن و منظمن، نظمشون خیلی اینجا مهمه. خب با این تفاسیر من الان میتونم این سوال رو خیلی راحت حل بکنم. این ویژگی هایی که گفته داره به یه گیاه تک لپه اشاره میکنه دیگه، میگه ریشه افشان، تعداد گلبرگ مزربی هسته، پس این تک لپه است. خب بیام ببینم چی گفته. اول رگ برگش که خب مشخصا منشعب نیست، بعد گفته منظم و روی حلقه، گفتیم منظم واسه دو لپه است، واسه این میمونه گزینه 3، پراکنده و روی چندین حلقه. برید دو سه سوال بعدی. اگه 15 تا گل برگش، من از خودت میپرسم آقا، میگم دو لپه 4 یا 5، 4 یا 5 تا گل برگ داره. خب 15 تا داشته باشه، 15 دیگه داد میزنه دیگه، آقا میگم مزرعه سم،
4 یا 5 تا نیستم، پس میشه تک لپه دیگه طبیعتا. نگفتم مضرب 4 یا 5، نگفتم دو لپه مضرب 4 یا 5. طبق کتاب درسید 4 تا گلبرگ یا 5 تا گلبرگ. بریم بعدی حل کنیم. میگه مهمترین نقش گیاهان، بذار ببینیم بزرگتر را داره بشه. خب میگه مهمترین نقش گیاهان فتوسنتز است. خب این که این چی؟ همه گزینه‌های زیر درباره فتوسنتز صحیحه بجز. راجع به فتوسنتز چی ها من باید بلد باشم؟ یه چند تا نکته راجع به فتوسنتز ما باید بلد باشیم. یکی این که واکنش شیمیایی فرایند فتوسنتز به این صورته: من CO2 مصرف میکنم، کربن دی اکسید، به علاوه آب، اینا رو مصرف میکنم، چی تولید میکنم؟ گلوکوز یا قند C6H12O6 به علاوه اکسیژن. بچه‌ها این یه واکنش شیمیاییه. این واکنش شیمیایی مستقیما تو کتابتون نیومده ولی بد نیست که بدونید. تو این واکنش گیاه CO2 و H2O مصرف کرده، از محیط بیرون گرفته با کمک انرژی نور خورشید. با کمک انرژی نور خورشید اینا رو ترکیب کرده. چی تولید کرده برای ما؟ قند، این قنده، و اکسیژن. پس گیاه CO2 مصرف میکنه، اکسیژن تولید میکنه، اکسیژن زاه، به نور خورشید هم نیاز داره. حالا یه سوال، این CO2 رو از کجا میاره؟ از اون روزنه هایی که گفتیم، روزنه هوایی. گاز CO2 رو میگیره. این O2ی که در واقع تولید میکنه اینو به کجا میده؟ اینم از روزنه میده بیرون. و نکته بعدی، آب از کجا میاره؟ از ریشه، از خاک میگیره میاره بالا. این واکنش فتوسنتزه. بچه‌ها هر چی مقدار نور بیشتر باشه طبیعتاً فتوسنتز هم باید بره بالاتر. و نکته بعدی، فتوسنتز توی یه بخشی از سلول به نام کلوروپلاست انجام میشه یا سبز دیسه. در کلوروپلاست یا سبز دیسه، توی سبز دیسه ما یه رنگیزه ای داریم به نام سبزینه که باعث ایجاد رنگ سبز در گیاه میشه. واسه همینه که ما میتونیم بگیم هر قسمتی از گیاه که سبز رنگه توانای فتوسنتز کردن داره. اون قسمتایی از گیاه که سبزن مثل برگ، مثل یه قسمت های از ساقه، اونا میتونن فتوسنتز بکنن. چرا؟ چون کلروپلاست دارن و کلروپلاست میتونه این واکنش رو برای ما انجام بده. هرچه این کلروپلاست بیشتر بشه تو گیاه، فتوسنتز هم میره بالاتر. هرچه CO2 و آب بالاتر برن، فتوسنتز هم میره بالاتر. اما یه شرطی هم هست. حالا این شرط رو توی سوال من بهتون میگم. میگه گیاهان کارخانه تولید کربوهیدرات و اکسیژنن. کربوهیدرات بچه‌ها مثل قند دیگه، همون قنده. قند اکسیژن تولید میکنن که الان دیدیم، درسته. همواره با افزایش میزان کربن دی اکسید محیط، میزان فتوسنتز گیاه هم افزایش پیدا میکنه. بچه‌ها این واکنش رو میایین نگاه میکنین، میبینین که خب CO2 مصرف میشه، قند تولید میشه. پس هر چقدر CO2 بالاتر بره، تولید قند هم بیشتر میشه. ببین تا حد این حرف درسته. ولی اگر بگی هر چقدر CO2 بره بالا، قندم به همون نسبت بیشتر تولید میشه، غلط. چرا؟ ببین من الان مثلا گیاه رو بردارم بندازم توی محفظه پر از CO2، خب این گیاه یه ظرفیتی داره دیگه، بیچاره دیگه بی نهایت نمیتونه قند برای تولید بکنه که. تا یه جایی تولید قندش میره بالا ولی دیگه به 100% نمیرسه. مثلا فرض کن من به گیاه آب برسونم، خب آب برسونم مفید، فتوسنتزش بیشتر میشه، ولی دیگه خفش نمیتونم بکنم از آب که. اتفاقا از یه جایی بعد دیگه تاثیر معکوس میذاره، نه تنها مفیده بلکه مضر هم میشه. نه تنها مفید نیست بلکه مضر هم میشه، نور خورشید هم همینجوری. پس حواستون باشه، این عوامل تا یه حدی میتونن کمک بکنن دیگه، نمیتونن گیاهو بتر کنن که با فتوسنتز. پس اینکه اینجا با قاطعیت اومده گفته همواره با افزایش کربن دی اکسید فلان چیز رخ میده، این غلطه. این به جای همواره بهتر بود مینوشت تا حدی، تا
تا حدی میگفت قشنگتر بود، تا یه حدی اگر CO2 بره بالاتر فتوسنتزم زیاد میشه، بی‌نهایت که نیستش. سه، میگه مهمترین نقش گیاهان برای جانور برن خشکیزی توسط بخشای سبز گیاه. بچه مهمترین نقش گیاهان برای ما چیه؟ فتوسنتزش. فتوسنتز باید بکنه که ما از محصولات چیز استفاده بکنیم دیگه. این مهمترین نقش رو اولا یاد بگیریم، فتوسنتز توسط بخشای سبز. بله، به دلیل وجود کلوروپلاست. چهار، میگه میزان فتوسنتز در گیاهان با نور خورشید و میزان کلروفیل رابطه مستقیم داره. خب بله دیگه، نور خورشید بره بالاتر، سبزینه هم گفتم بره بالاتر، فتوسنتز هم بیشتر میشه، رابطه مستقیم داره. ولی اینم حواستون باشه تا یه حدی ها، یعنی بی نهایت دیگه نیست، اینم تا یه حدی ها. انرژی بالاست. بریم بعدی. من فعلا فکر نمی‌کنم استراحت نیاز داشته باشیم، بچه‌ها پر انرژی هن، فعلا هستیم، سوالا رو حل می‌کنیم. ببین همین جوریه، میگه خیلی راحتن، سوالا اونقدر سخت نیست، سوالا اونقدر سخت نیست تو نمونه دولتی، یعنی استرس آنچنان نداشته باش، درست خونده باشی، این دو روزم وقت داری حسابی عالی عالی بشینی بخونی، سوالا زیاد سخت نیست، راحت میتونی قبول بشی، به شرط اینکه میگم درست بخونی یا نگی من هیچ نخوندم میخوام برم قبول بشم، نه درست بخون سوالا رو، مطمئنا نتیجه‌ای که میخوای میگیری. ما خودمون خیلی کیف میکنیم، اول از همه تو کیف میکنی آزمون قبول شدی، بعدش هم ما کیف میکنیم که یه اینقدر شاید مثلا نقش داشته باشیم، کل راه که خودت رفتی، این درس خوندن پای تو بوده که مثلا فلانی تو کنکور قبول میشه، همش پای خودش بوده، این اصل کارو خودش کرده، دبیرا معلم این نقش شاید خیلی کوچیک داشته باشه، اصل کاری خودتی. استراحت میخوای بچا یا نه؟ تاش 10 دقیقه بخوام استراحت بدم، ولی خسته شدین، سوالا که اونقدر چقدر نبودن. اونایی که میگن استراحت 96 بفرستم، نه که میگن ادامه بدیم 97 بفرستم، ببینم کدوم بیشتر. نهار الان تو نهار بری بخوری نیم ساعت طول میکشه که نهار کجا. خب دیگه رفیقی که گفتی استراحت، هم 97 فرستم، بریم ادامه بدیم. این نهار رو بذار کنار، سخت دیگه بجاش، ولی آزمون نمونه وقتی تو تذبیم میکنی، بریم ادامه بدیم. همه آغازیان، میگم نگاه کردید به سوال دیگه، همه آغازیان، سوال واقعا آب خوردن، همه آغازیان پوسته از جنس سیلیس دارن، جلبک مثلا سیلیسیه، غلط. کدوم آغازی بود بچه پوسته از جنس سیلیس داشت؟ تو چت بهم بگید آغازی که پوسته از جنس سیلیس داره این کدومه؟ اینو بهم بگید سریع. خب چهار، دو میگه که همه شون یوکاریوت هستن. یوکاریوت یعنی چی؟ یعنی سلولاشون هسته و اندامکای غشادار داره، یعنی یه سلول این مثلا هستشه، این هم مثلا یه سری اندامکاشن. ولی خب سلول پروکاریوت شما میدونید یه همچین چیزی نداره، اولا که اندازش کوچیکتره، دی ان ایش بچه همینجوری آزاد در درون سلول میچرخه، حتی دی ان ایش هم حلقوی این شکلی که من کشتم نیست دیگه، اندامک درون غشا نداره ولی اندامک داره، هسته داره. پس این شد یوکاریوت یا هو هسته ای، این شد پیش هسته ای یا پروکاریوت. خب آغازیان بچه جزء دسته یوکاریوت ها هستن، فقط بچه باکتریه که پروکاریوته، از بین جانداران فقط باکتریه. دیاتوم باریکلا، دیاتوم پوسته از جنس سیلیس داره، پس این باید درست باشه. سه میگه ساکن آبهای راکت هستن. کی گفته همهشون ساکن آبهای راکت هستن؟ مثلا شاید همهشون تو آب زندگی نکنن لزوما. غلطه. چهار میگه فتوسنتز کننده هستن. بچه برخی آغازیان فتوسنتز میکنن، برخیشون فقط فتوسنتز میکنن. کیا فقط فتوسنتز میکنن؟ فقط جلبه. البته دیاتوم هم میتونه فتوسنتز بکنه. فقط بس من پاک بکنم بنویسم مثلا جلبک و دیاتوم میتونن فتوسنتز داشته باشن. راجع به دیاتوم هم که شما میدونید یه آغازی تکسلولیه، جلبک و
دیاتوم. خب همشون پس غلطه، همون گزینه دو درسته، همشون بلا استثناء یوکاریوتن. بچه همشون بگه تکسلولیان درسته غلط، همه آغازیان تکسلولیان درست میشه غلط. الان مثلا جلبکی که من با چشم میتونم ببینم تکسلولیه، جلبک آغازیه دیگه، نه دیگه، پس پورسلولی هم داریم، مثلا جلبک پورسلولیه. این سوال حل کنید. شکل دیاتوم من بکشم، شکل دیاتوم من بکشم بشه در تو میخوره. گوگل سرچ بکن به بهترین کیفیت برای شکل دیاتوم میاره. یه راحت سرچ میکنی دیاتوم، برات انواع اقسام شکلشو میاره. چون شکلشو من بکشم ارزش سوالی اصلا نداره. چرا؟ چون از شکل من طبیعتا سوالی طرح نمیشه. و اینم بذاریم کنار که نقاشی منم زیاد خوب نیست. خب این سوالو خورده فکر بکنید سرش. یک سوال ایزی، واقعا واقعا سخت نیست. کلید شناسایی دوراهی داده شده توسط کدام گزینه درستی تکمیل میشه؟ خب میگه گیاه من آوند داره نداره. میگه اگه آوند نداره این خیره، خیرش رو اینقدر فلج افتاده، خیر. این میگه بلی. اگر آوند نداره الف، گیاه الف من باید یعنی بدون آوند باشه دیگه، من زبونم مو در آورد اینقدر گفتم خزه بدون آونده، سرخس آوند داره. خب میگه اگر دانه داره، این گفته خیر، این گفته بلی. میگه اگر دانه داره که میشه پ و ت، اگر دانه نداره میشه ب. خب کدوم گیاهیه که آوند داره ولی دانه نداره، با هاگ توید مس میکنه؟ سرخس. پس من اینجا ب باید برم. خب سرختی جفتشون بود، بهتر بود اصلا میرفتم سراغ گزینه دیگه. پ و پ، این دوتا گزینه هم شبیه همه، کاج و صرف جفتشون بازدانن. پس من برم مورد آخر رو بررسی بکنم. میگه میوه داره؟ بله. خب گیاه آخر باید میوه داشته باشه. کاج میوه نداره بچه، کاج بازدان است، کاج بازدان است، نهاندانه نیست که میوه داشته باشه. پس گزینه یک درست. بچه از گیاهی خیلی سوال میاد، یه چند تا نکته رو راجع به بودجه بندی آزمونا خوب به یاد داشته باشید. گیاهی جزء بخشای سوال خیزه، گیاهی سوال میاد. فصل یک زیست شناسیتون یعنی 11 سوال میاد، فصل 11. این دوتا پرسوال ترینان. الان تا اینجا هم دیدید که از این فصل ما زیاد سوال داشتیم، دوتا فصل زیاد سوال داشتیم نسبت به سه تا فصل بعدی. من کنکور رو چند زدم الان نمیخوام الان بگم، چون حالا باید بیاید ببینید دنیای کنکور به چه صورته دیگه. الان که از کنکور زیاد نمیدونیم، سوالاشو نیدیم. آره از این سوالا خیلی سخت داره، خیلی سخت داره. خب طبیعتا مطالعه هم باید بیشتر باشه دیگه، یعنی خب مثلا تو اینقدر که الان مطالعه میکنی سوال کنکورت نباید اینقدر مطالعه بکنی، باید خیلی بیشتر مطالعه بکنی. برای یکی که خونده باز سوال کنکور قابل حل و آسون میشه، ولی خب طبیعتا الان بخوای خودتو مقایسه بکنی بری مثلا سوال کنکور حل بکنی، خب طبیعتا هنگ میکنی، نمیتونی حلشون بکنی، تنها اطلاعات زیادی نداری راجع به کنکور. بریم اینو حل بکنیم. الف میگه تعداد کمی از کرم‌های پهن زندگی آزادی دارن. راجع به کرم‌ها بچه‌ها من سریع جمع‌بندی بکنم، خوب حواسا جمع باشه. کرم‌ها میشه فصل بیمهرگانتون، فصل 13 اگه اشتباه نکنم، جانوران بیمهره. ما اولا چند دسته کرم میشناسیم بچه‌ها؟ طبقه بندی کلی کرم‌ها، دسته اول کرم‌های پهن، دسته دوم کرم‌های لوله‌ای، دسته سوم کرمای حلقوی. سه دسته کرم، پهن، حلقوی، لوله. حالا خود کرمای پهن و کتاب درسیت اومده به سه دسته دیگه تقسیم بندی کرده، یعنی خود کرمای پهن اومده به سه دسته تقسیم بندی کرده. یکی گفته مثلا نواری شکل، کرم پهن نواری شکل، یکی گفته مثلا برگی شکل،
اون یکی هم پلاناریه. پلاناریه هم البته برگی شکله بچه، این دوتا شبیه همه، این دوتا شبیه همه. این هم مثلا برگی شکل بنویسیم اوکیه. میگه پلاناریا، برگی و نواری، اینا سه دسته عمده کرمای پهنه. که گفتم پلاناریا تا حدی شبیه کرم برگی هست. من اینجا یه طبق بندی قشنگ برات بذارم که تو ذهنت بشینه خوب. کرم ها سه دسته، پهن، لوله‌ای، حلقوی. بچه ها به ترتیب از پهن که میریم به سمت حلقوی کرما پیشرفته تر میشن. یعنی کرم پهن از همه ساده تره، کرم حلقوی بین اون دوتای دیگه اصلا پیچیده تره. کرم حلقوی هم مثالش میشه زالو و کرم خاکی. پهن خودش سه دسته داشت، یکی نواری، یکی پلاناریا، یکی دیگه کرم برگی شکل. بچه ها پلاناریا یه کرم پهن بود که آزادزیه. یعنی چی آزادزیه بچه ها؟ ما دوتا عبارت داریم، یکی آزادزی، یکی انگلی. آزادزی یعنی دستش تو جیب خودشه، انگل نیست. انگلی مثل کرم کدو که یه کرم نواریه. چرا نواری رو دوره نمیشم نواری؟ کرم کدو خیلی مفخوره. کرم کدو میاد تو لوله گوارش شما، شما زحمت میکشی غذا رو گوارش میدی، مفت مفت میاد میخوره ازش، اینجوری انگله. خب برگی هم که هیچی. لولهی بچه ها مثال چی داریم براش؟ من حلقوی رو بنویسم باید برم کلید واژه ها رو بگم بهتون. حلقوی مثل زالو که یه انگله، با اینکه کرم پیشرفته یه ولی انگله. یکی هم کرم خاکی که دستش رو جیب خودشه، دمش هم گرم. لوله ای مثل چی؟ یه آسکاریست که خیلی معروفه بین شما، تو دوره دبیرستان ما که زیاد از این آسکاریست استفاده میکردن. آسکاریست، کرمک، کرم قلابدار، اینا هم همشون کرمای لوله شکل هستن. خب حالا گوش کنید، میگه برخی کرمهای لوله‌ای، برخی، برخی یعنی چی؟ یعنی بعضی هاشون، همشون نه، بیشترشون نه، برخی از اونها، یعنی تعداد کمیشون، زندگی آزادزی دارن، زندگی آزاد دارن. یعنی چی؟ یعنی انگل نیستن. واسه یه کرم پهن هم به همین شکله رفیق، حواست باشه کرم پهن هم بیشترشون انگلن، کرمای پهن هم بیشترشون انگلن. برخی از اونها ممکنه که آزاد باشن، نه بیشتر کرمای انگل، بیشتر کرمای پهن انگلن، پس اینا حواستون بهش باشه، پس این دوتا بیشترشون انگل. اما بریم واسه یه دسته محبوب خودم کرمای حلقوی که کرم خاکی و زالو رو ما ازشون میشناسیم. یه تعدادیشون انگلن، تعداد کمیشون بچه حواستون باشه، تعداد کمی انگلن ولی بیشترشون آزادین. پس یه بار دیگه با هم مرور بکنیم. کرم پهن بیشتر انگل بودن، بعضیاشون آزادزی بودن. انگله مثل چی؟ مثل کرم کدو. آزادزیه مثل چی؟ مثل پلاناریا. کرمهای لوله‌ای بیشترشون انگل بودن، بعضیاشون آزادزی بودن. اینا هم دقیقا داستانشون شبیه کرمهای لوله‌ای بود. مثلا آزادزیه مثل چی؟ انگله مثل چی؟ این مثالاشو باید بلد بشیم. آسکاریسو شما دیگه میدونید انگله. و کرمای حلقوی بیشترشون آزادزیان، بعضیاشون انگلن، برعکس شده توی کرم حلقوی. بس کرمای حلقوی کرمای نجیب ترین، کمتر انگلین. خب این از راجع پهن من چند نکته مهم بگم که تو آزمون ها خیلی تکرار میشه، نکاتی که تو آزمون ها بارها اومده. میگه که دستگاه عصبی ساده و دستگاه گوارش ساده دارن. میگه مثل کیسه تنان فقط یک راه ورود و خروج دارن. عذر میخوام، فقط یک راه ورود دارن ولی تعداد راه خروجشون بی نهایته. چرا بی نهایته؟ چون از سطح بدنه، چون از سطح بدنه. خب سطح بدن میتونه هر قسمتی از بدن باشه دیگه، پس میگیم راه خروجشون بی نهایته، خیلی زیاده، ولی یک راه ورود دارن.
پس مثل کیسه تن، یه راه ورود، تعداد راه خروج زیاد. این بس از این شد. بریم تست حل کنیم. بکنم فکر کردید راجبش. دیاتوم، اون آغازی که میتونست فتوسنتز بکنه مثل جلبک، دیاتوم بود. پلاناریام آزادزیه بچه. عباس بوهزار اینو گزینه داده بودید بهم، حل کرده بودید این سوالو، حل کردم بچه. بریم تایم دوستانش چیه. امیر کوله رو نمیخوای روشن بکنی؟ پختم از گرما. درسته پول برق دو برابر شده ولی خدای ظلمه. خراب شده. نه بابا نمیدونم، دیروز سالم بود، اینجا کلاسش هم سالم بود، الان مشکل پیدا کرده. الف، تعداد کمی از کرمای پهن زندگی آزاد دارن. تعداد کمی همون برخیه دیگه، درسته؟ بعضی، برخی، اینا معادل همن، اینو بدونید. تو کنکور حالا باش زیاد سر کار دارید. برخی مساویه بعضی مساویه تعداد کمی، یا مثلا اندکی از اینا، همه معادل همه. تو کنکور اینقدر قید بازی داریم، اینقدر قید بازی داریم، حالتون به هم میخوره. حالا میاد میبینید. این از این. بیشتر معادل چی براش میتونیم بگیم؟ تعداد زیادی یا مثلا عمده، اینا رو همه رو میتونیم بگیم. خب تعداد کمی از کرمای پن زندگی آزادی دارن، بله دیگه، مثل کی؟ مثل پلاناریا. این پس درسته. به میگه کرم کدو همانند مرجان تنها یک راه ورود مواد به بدن داره. کرم کدو چه کرمیه بچه؟ کرم پهنه. مرجان چیه بچه؟ کدوم گروه بیمهر است؟ مرجان چه گروهی از بیمهرگانه؟ سری بیمهرگان دستبندیاش یه ذره قبول دارم قاطی پاتی میکنم بچه. مرجان و نمیدونم اسفنج و کیسه تن و اینا رو یه ذره قاطی پاتی میکنم، این حواستون بهش باشه. کیسه تن بچه مرجان، الان هم من گفتم کرم پن همانند کیسه تن یه راه ورود داره، ولی خب تعداد راه خروجش زیاده. این درسته، مرجان هم یعنی کیسه تنه. کیسه تن بود، اینم درست. میگه ساده ترین ساختمان بدنی در بین کرم ها مربوط به کرم لوله‌ایه. بچه لوله‌ای نیست. کدوم کرمه؟ گفتم ساده ترینشون کدوم ها هست؟ کرمای پهن. رد. ته میگه لیسه در گروه کرمای حلقوی بوده و به حاصل خیزی خاک کمک میکنه. اینو ببینم میتونید بگید یا نه. من سه رو بررسی بکنم. دستگاه گردش آب دستاتر دریایی میتونه فقط کار دستگاه دفع و گردش خون رو ایفا بکنه. بچه ستاره دریایی دستگاه گردش آب داره. یعنی چی؟ یعنی آب میاد وارد بدنش، میچرخه، مواد رو تبادل میندازه. این دستگاه گردش آبی هم کار دفعی رو انجام میده، هم کار گردش خون رو انجام میده، هم کار تنفس رو انجام میده. یعنی گازهای تنفسی رو میرسونه به سلولای ستاره دریایی. این سه تا کارو با هم میکنه. این فقطی که اینجا گفته تو رو باید به شک بندازه. گفته فقط غلط میشه، چون تنفس هم باید باشه. پس من بیام مورد رد بکنم، سه رو باید رد بکنم دیگه. الف هم گفته سه. حالا ما بحثمون میمونه بینه پم که رد کردیم، خود به خود دو رو میتونیم جواب بگیریم دیگه، دو جواب شد دیگه، اصلا نیازی نبود به بررسی ته. حالا ته چی بود بچه؟ ته داستانش چی بود؟ آفرین. شاید لیسه اصلا چیه؟ لیسه یه نرمتنه، مثل حلزونه. لیسه نرمتنه، همون حلزونه بدون صدفه، بدون اون لاکشه، اصلا کرم نیست، حواست بهش باشه. این از باریکلا بچه ها. میبینم سوال ها رو خوب دارین جواب میدین، خودم عشق میکنم. همین روند ایشالا تا کنکورتون، همینجور پر انرژی تا کنکورتون.
چیزی هم نیست بچه ها، میگذره اتفاقا، کلی هم خاطره میشه براتون. بعد حالا شما الان دانش آموزید، وارد دنیای بزرگسالی که بشید میبینید چقدر مشکلات و دردسرها زیادن. الان واقعا دغدغه کنکور شاید بزرگ باشه، ولی خب وقتی وارد دنیای بزرگسالی میشید میبینید خیلی مشکلات بیشتره. ناامیدتون نکنم، ولی کلن دنیا جاییه که آدم های سرسخت میتونن توش دووم بیارن. سرسخت نباشی زمین میخوری، زمین خوردی باید پاشی. بحث های فلسفی شد، خودم خوشم نمیاد از بحث های فلسفی. اینم آسون ها، چی داره میگه؟ میگه نمودار رسم شده. این نمودار رو شما ببینید، هرچند اینجاست نوشته شکار شکار چی تابلوه، این سوال واقعا ایزیه. شکار و شکارچی، میگه کدوم رابطه اینجا ما الان شکار شکارچی میبینیم؟ چه داستان این نمودار رو بگم، شاید مثلا این نمودار رو بدون این شکار شکارچی براتون بیارن. یعنی اینو مثلا فرض کنید پاک کنن، اینو فرض کنید پاک بکنن، شما بلد بشید. داستان اینه که شکار هر چقدر زیاد بشه، شکار در واقع غذای شکارچیه دیگه، درسته؟ طبیعتاً شکار وقتی بیشتر بشه، شکارچی هم تعدادش میره بالاتر، چون غذای بیشتری هست، شکارچی تولید مثل بیشتری میکنه، تعدادش زیاد میشه. خب تعداد شکار که بره بالا، به نوبه خود شکارچی هم گفتیم میاد بالا دیگه. شکارچی که بره بالا باعث میشه شکارهای بیشتری کشته بشن، شکار تعدادش کم میشه. نکنین ها، فرض کن اینجا شکار رفته بالا، باعث شده که شکارچی هم تعدادش زیاد بشه. شکارچی که تعدادش زیاد میشه، ناکن تعداد زیادی از شکارها کشته میشن، نموداره شکار میاد پایین. حالا چون که تعداد شکار کم شده، غذا کمتر میشه دیگه، غذای شکارچی کمتر میشه. خب چه اتفاقی میفته؟ تعداد شکارچی هم کمتر میشه، ناکن تعداد شکارچی هم اومد پایین، تا اینکه دوباره شکارها تولید مثل بکنن زیاد بشن، ناکن دوباره زیاد شد شکار، شکارچی هم بره بالا. این نمودار همینجوری ادامه پیدا می‌کنه، همینجوری بالا پایین داره. حالا پس این شد شکارچی و شکار، ببینیم کدوم رابطه رو میگه. کنه و انسان. کنه و انسان خیلی جوک خنده داری. جغد و شاهین، زنبور عسل و گیاه گلدار، اینم که واقعا مسخره است. سه، خرچنگ و شقایق دریایی، ببینید دو تا کدومو میگید. دو تا مورد اول که اصلا کورنر بودن. انسان کنه شکار میکنه، شما کنه مصرف میکنی؟ روز این چهار رقابته بچه ها. جغد و شاهین جفتشون از موش تغذیه میکنن، با هم دیگه رقیبن، نه اینکه بیان یکی دیگه یکی رو بیاد شکار بکنه. بابا کی بود گفته بود انسان کنه شکار میکنه؟ شما کمین میکنی، میری مثلا کنه رو میکشی و شکارش میکنی میخوری، کنه ما نمیخوریم که. خرچنگ و شقایق دریایی، شکار و شکارچی میگیم یعنی چی؟ یعنی شکارچی از شکار تغذیه بکنه، بکشتش تغذیه بکنه. اون داستانی که تو گفتی خیلی چیز سمی بود. خرچنگ و شقایق دریایی، شکار شکارچیه. حالا فکر کنم یکی پیدا میشه میاد میگه که آقا کنه مثلا از خون انسان تغذیه میکنه. آقا این رابطه رابطه انگلیه، باید بکشه حتما اون یکی رو که بشه شکار و شکارچی، حتما باید اونو بکشه، کنه نکنه اونو بکشه، چون چیز ممکنه مگه؟ رابطه بین جانداران رو این مورو سریع بکنیم. بین جانداران هر بومسازگان سه تا رابطه وجود داره، رقابت، شکار، شکارچی، همزیستی، که این همزیستی خودش سه دسته دیگه داره. یکی همیاریه، من سود ببرم تو هم سود ببری. یکی همسفرگیه، من سود ببرم تو هیچ تفاوتی برات نکنه. یکی انگلیه، یکی سود ببرم یکی ضرر بکنه. این انگلی مثل کنه و انسان. حواستون باشه، قاطی نکنین این رو با هم دیگه. سوالات نمونه دولتی شهرستانهای تهران، اطراف شهر تهران، در طبقه‌بندی گیاه کدوم اهمیت داره؟ سریع بگو. چیو یه بار دیگه بگم؟
اینم قشنگ بود. یکی بچه‌ها گفتش که چینی‌ها مثلا کنه رو شکار می‌کنن، رابطه شکار شکارچی بینشون است. چیز جالبی بود. اینم میشه اینجوری گفت. خب بچه تبریک میگم، شما تونستید علوم تجربی نهم رو زیر سوال ببرید، طراحش رو بردید زیر سوال توی یه منطقه درست. مثلا کنه و انسان شکار شکارچی هستن، مثلا تو چین کنه رو شکار میکنن. قشنگ بود. سوال شکار شکارچی رو یه بار دیگه بگم، یه بار دیگه سریع بگم ببینیم چی بود داستانش. ببین این نمودار رو که توضیح دادم، نموداریه که بین شکار و شکارچی برقراره. زنبور عسل و گیاه شکار شکارچی هن؟ نه. کنه و انسان، اینو باید یه پرانتز باز بکنم بگم بجز کشورهای آسیای شرقی، یعنی آسیای شرقی رو شما فاکتور بگیر، چین و ژاپن و اونا رو فاکتور بگیر به سوال جواب بده. کنه و انسان طبیعتاً اینجا که من ندیدم کسی بیاد کنه رو شکار بکنه بخوره، پس اینم رده. خرچنگ و شقایق دریایی، بله یکی شکارچیه یکی دیگه شکاره. جغد و شاهین بچه شکار شکارچی نیستن، جغد و شاهین همدیگر شکار نمیکنن. شکاره جغد و شاهین موشه، جفتشون موش شکار میکنن، با همدیگه رابطه رقابتی دارن. خب بچه ها من اگه یادتون باشه اومدم گیاهان رو طبقه بندی بکنم، اول از همه اومدم بین چی و چی تفاوت قائل شدم. یکی آوند داشته باشه، یکی آوند نداشته باشه. بر اساس داشتن یا نداشتن آوند دو دسته اصلی، دو تا گروه از همدیگه جدا میشدن. پس مهمترین چیز توی طبقه بندی داشتن آونده. اول شما باید بررسی بکنید که این آوند داره یا نداره. اگه داشت که خب میشه سرخس و نهاندانه و بازدانه، اگه نداشت میشه خزه. در عرض واقعا 5 ثانیه باید این سوال حل بشه توسط شما. کدام مورد زیر درباره باکتری درسته؟ بچا باکتری بدونید دیوار سالی داره. این که گفته دیوار سالی داره درسته. میگه مانند گیاه شمدونی. بچا گیاهان هم بدونید دیوار سالی دارن. کلا بچا راجع به دیوار سالی اینو بدونید که تمام سلسله های جانداران، یعنی باکتری، آغازی، قارچ، گیاه میتونن دیوار سلولی داشته باشن. از بین 5 تا سلسله فقط جانوران ندارن. پس 4 تا سلسله دارن دیواره رو، سلسله پنجم که جانوران باشن دیوار سلولی ندارن. یعنی اصلا باکتری ما داریم دیوار سلولی داشته باشه، گیاهان که همشون دیوار سلولی دارن، آغازیان دارن و قارچ ها هم دارن. پس اینو حواستون بهش باشه. خب این گزینه باید درست باشه. میگه دیوار یاخته‌ای ندارد، غلطه. دیوار یاخته‌ای داره. باز گفته بیاین پایین. میگه مانند پیش یو هسته هو هسته ها، هسته هم پوشش داره. بچه باکتری یه پروکاریوت دیگه، گفتیم اصلا پوشش هسته نداره. هسته اصلا براش بگیم غلطه. 4 میگه هسته آن پوشش ندارد برخلاف هو هسته ها. خب حالا من چی بکنم؟ بین 4 و 1 موندم. همانند گیاه شمدونی دیواره یاخته داره، میگه 4 میگه هسته نداره. من چیکارش باید بکنم؟ 1 رو درست نگرفتیم ها، فعلا 1 و 4 موندن. یکی به من بگه بین این دوتا من چی رو انتخاب بکنم؟ نسبت انسان با گوسفند چیه؟ شکار شکارچی. خب دلیل بیاریم بچه ها. اینایی که میگن 1 چرا؟ اینایی که میگن 4 چرا؟ 4 هم به نظر درست میاد دیگه. میگه باکتری هو هسته یعنی چی بچه ها؟ هو هسته یعنی یوکاریوت. دلیل بیارید برا من. خب اینم تیز جمع کیه بتونه برای من بگه؟ خب برخلاف هو هسته یا دیگه باکتری، برخلاف یوکاریوت دیگه، باکتری پروکاریوته، برخلافش که ایرادی نره. آها باری کلا مهدیه اسد بگی قشنگ گفتی، گفتی آقا اصلا هسته نداره، گفته هسته آن پوشش ندارد. اصلا هسته نداره،
بگه هسته آن پوشش داره یا نداره کلا غلط میشه. کلا بدون هسته نداره، این هسته آن غلطه. بای بای. 4-1 ریز بود و قشنگ بود. بریم گیلان، دیار خودم. بریم سوالش چیه؟ این سوال قشنگه. سوال اولش قشنگه. فکر کنم 3 سوال دیگه مونده بچه ها، زود تمام کردیم. اگه قبلتر گفتی که دمت گرم، من ندیدم حتما. ماده وراثتی خب داشته باشه، تو حق نداری به ماده وراثتیش بگی هسته. دی ان ایش هسته نیستش، حواست بهش باشه. من فقط زیست درس میدم. آره توی درسای دیگه تخصص خاصی دارم، ولی خب برای کنکورم به حال همه درسام بالا آوردم، ولی خب تدریسشون نمی کنم. این بچه ها گفتن انگاری شیمی. بچه ها این به نظر شیمی میاد ولی توی بخش زیست‌شناسی شماست. میگه کاغذ آلومینیوم کیا گزینه درست گفتن؟ خیلی گزینه‌ها پراکنده بود. این سوال جالبی بود که نشون میده بهتون باید به فعالیت‌های کتاب درسیتون توجه بکنید. این سوال از کجا طراحی شده؟ از فعالیت کتاب درسی. کدوم فعالیت کتاب درسی؟ بیایم فصل دنیای گیاهان راجبه تعرخ که صحبت میکنه کتاب اینها. یک عدد فعالیت ریز سوسکی اومده اینجا یه آزمایشی رو برای ما گفته. گفته کاغذ آغشته به کوبالت کلورید در برخورد با بخار آب صورتی میشه. مشخص شد دیگه. میگه من به 4 گزینه دادم، توی 3 از گزینه ها صورتی میشه، توی یکیش صورتی نمیشه. خب اونی که صورتی نمیشه طبیعتاً یعنی چی؟ یعنی بخار آب نداره. بخاره آب ندارد. یک لحظه. خب داشتم میگفتم بخار آب پس نداره. ببینیم کدوم گزینه. هوای بازدمی بخاراب داره. کلا شما بدونید هوای دمی و بازدمی بخاراب داره. پس کوبالت کلورید رو صورتی میکنه. مواد آثار از سوختن گاز شهری. بچه توی فرمول شیمیایی گاز شهری، فرمول شیمیایی سوختنش، ما میبینیم H2O آزاد میشه. این تو شیمی. اینو قبول دارم خودش تو شیمیه. ولی حالا سوال دیگه یاد میگیری. این دوتا بخاراب داره. 3 میگه گاز خارج شدن از روزنه هوایی برق که دیگه تابلوه دیگه بخار آب داره. مثلا اصلی ترین چیزی که ازش خارج میشه اینه. گفته گاز تولید شده از واکنش سرکه با پوسته تخم مرغ. اینو خوندید بچه ها؟ چی تولید میکنه اینجا؟ کسی میتونه بهم بگه چی تولید میشه اینجا؟ سرکه با تخم مرغ بیاد واکنش بده. ها گفتم بچه ها دمشون گرم. CO2 تولید میشه. کربن دی اکسید. این از آقا نمیگم سوالا تکرار میشه. آه این سوال شبیه شما بالاتر نداشتیم الان. این گیلانه اون سوال نمیدونم برای کدوم استان بود. عیناً شبیهش. راحت میتونید تو الان پاسخ بدید. پس میگم سوالای مشابه و حواستون بهش باشه. به سوالا خوب توجه بکنید که توی آزمون با خودت لبخند بزنی بگی اه این رو که من برای رو سوال کردم. این شبیه سوالی بودش که تو خونه حل کردم یا تو کلاس شبیهشو دیدم. حس خوبیه. بریم اینو حل کنیم. شکل زیر برش عرضیه. یک ساقه رو نشون میده. با توجه به پراکندگی دستشات آبندی مربوط به چیه اینگیا؟ خب سرخص
سیب، ذرت، لوبیا. کدوم باید انتخاب بکنم؟ این ساقه دستجات آوندیش پراکندن، توی چند حلقه قرار گرفتن. یعنی چی؟ یعنی تکلب بست. من دست اونی که گفته سرخس رو واقعا میبوسم. خیلی چی بگم؟ سیب، ذرت، لوبیا. لوبیا که تابلو، سیبم دولب بست، سیبم دولب بست، ذرت ولی تابلو تکلب بست. اصلا هر جا میخوام مثال بزنم از تکلبه میگن ذرت. این خیلی مهم، ذرت، گندم، اینا تکلب بست. کلن غلات بچه ها بدونید تکلب بست، غلات، گندم، جو، اینا تکلب بست. حل کنید اینو ببینیم چی میشه. من آره صبح امتحان داشتم، سه تا دیگه امتحان مونده، سه تا. ولی سه تا امتحانی که مونده واقعا دهن آدم سرویس میکنه، خیلی سنگه. سیستمی که یه دونه دیگه بی اسیه، یه دونه دیگه هم یادم رفت اون یکی. دقیقا بعد کنکور بچه ها امتحان خودم تمام میشه. آره آره، ببین از این طرف بچه های کنکوری تعداد کلاساشون زیاد شده، بعد از اون طرف هم امتحان های خودم خیلی زیاده. نه قیافه ای که میبینی نخوابیده شب، دیشب هم نخوابیدم چون امتحان میخوندم. تو کلن که اصلا به خاطر دست بیدار نمیمونی، من میدونم تو چرا بیدار میمونی. کافه بازه مگه ساعت سه صبح؟ سه صبح بچه ها مافیا بازی میکنی؟ دمت گرم، دمت گرم. کدوم کافه هست؟ ایوه. خب الف میگه تعداد روزنهای سطح زیرین برگ گیاهان بیشتر از روزنهای روی برگ است. داستان چیه؟ راجع به روزنه. روزنه گفتیم منفذیه که تعرق ازش صورت میگیره، خروج بخار آب. حالا کتاب درسیت میاد میگه که روزنه های زیر برگ از روزنه های روی برگ بیشتر، یعنی این برگ من باشه این زیرش بیشتر روزنه داره تا این روش. حالا دلیلش چیه؟ میخوام با دلیل یاد بگیری، چیزی رو نباید توی زیست حفظ بکنی، میخوام همین چی رو با دلیل تو ذهنت داشته باشی. چرا؟ چون ذهن تو ماشین حساب نیستش، ذهن تو کامپیوتر نیستش اطلاعات خام رو بخواد ذخیره بکنه. ذهن انسان اطلاعات پردازش شده رو میتونه ذخیره بکنه. یعنی تو با دلیلش رو بدونی، یا اینکه باید اونقدر اون مطلب رو تکرار کرده باشی که بدون اینکه پردازش بشه بره تو مغزت. پس دلیلش رو بدونی خیلی بهتره. دلیلش اینه که بچه‌ها، دلیلش اینه که نور که میتابه، نور خورشید باعث افزایش تبخیر آب میشه دیگه، درسته؟ گیاه نمیخواد خیلی آب زیادی از دست بده. خب به نظر تو الان نور بتابه، این سطح رویی برگ بیشتر گرم میشه یا سطح زیرین؟ طبیعتا سطح رویی که رو به خورشیده بیشتر گرم میشه دیگه. گیاه برای اینکه آب کمتری از دست بده اومده روزنه های سطح روییشو کمتر کرده، به جاش روزنه هاشو بیشتر در سطح زیری که سطح سایه است گذاشته، واسه همین مقدار تبخیرش کمتر شده. پس به این جهته که ما میگیم روزنه های زیر از رو بیشترن. حالا این هم همینو گفته دیگه، زیرین بیشتر از روزنه های رویه. آره آقایی که الان چتت اومد بالا، گیلان سوالای خوبی میده. گیلان بچهاش قوی هن دیگه، سوالای خوبی هم میده. به میگه مولکول های کربوهیدرات فقط در برگ های سبز گیاه تولید میشن. بچه ها مولکولای کربوهیدراتی فقط تو برگ تولید نمیشن. اولا مولکولای کربوهیدرات کی تولید میشن؟ طی فتوسنتز دیگه، قند تولید میشه. حواستون باشه فقط برگ فتوسنتز نمیکنه. دیدی ساقه بعضی از گیاهان سبزه؟ ساقه هم میتونه فتوسنتز بکنه. حالا هر قسمتی که سبز رنگه میتونه فتوسنتز بکنه، فقط برگ غلطه. ولی فتوسنتز کننده ترین اندام گیاهی برگه، یعنی بیشتر مقدار فتوسنتز توسط برگ انجام میشه. از این غلط. بچه ها نما کنید، این تیپ سوال میشه گفت مثلا سخت‌ترین سوالیه که میتونه تو آزمون بیاد. چند موردی باشه، موارد هم مثلا بگی یه مورد، دو مورد، سه مورد، چهار مورد. تو کنکورم این تیپ سوال از همه سخت‌تره.
هرچند من احتمال میدم تو شما بیاید توی کنکور، یعنی به کنکور شما بخواد برسه، یه تیپ جدیدی از سوالا میاد که اینجوریه که مثلا مورد یکش یه توصیفی کرده که شما باید بفهمین توصیف عددش چی میشه. مثلا گفته مثلا تعداد گلبرگهای مثلا گیاه دولپه، خب شما میدونین 4 یا 5. خب مثلا اینجا اگر 4 مورد درست باشه تو باید اون گزینه رو انتخاب بکنی، یه ذره پیچیده است، حالا بیای خود مترجم میشی. هنوز تو کنکور اونجوری نیومده ولی احتمالش هست. میگه هر تاره کشنده و ریش صاف فقط از چند یافته ساخته شده. اه این سوال دیدی؟ گفته تاره کشنده از چند یافته ساخته شده. آشنا نیست برات؟ اولین سوالی که حل کردم اونم دقیقا داستانش همین بود. ببین دو تا مورد عیناً شبیه همون، اولی واسه کجا بود؟ اولی واسه مشهد، بچه مشهدی ها اینو طراحی کرده بودن. مورد ب اینو بچه گیلانی ها طراحی کرده بودن. دو تا مورد دقیقا شبیه. خب طبیعتا تو اینو دیده باشی خیلی راحت مورد رو رد میکنی دیگه. گفتم تاره کشنده از چند تا سلول ساخته نشده، تاره کشنده خودش بخش از یه سلوله. دال عمل فتوسنتز به تنهایی نمیتونه میزان کربن دی اکسید هوا رو کنترل بکنه. آقا این اصلا اطلاعات عمومیه، اگه میتونست که دیگه الان ما مشکل گرمایش جهانی نداشتیم، ما الان سوراخ شدن لایه اوزون رو نداشتیم، الان گیاهان فتوسنتز میکنن دیگه. ولی این فتوسنتزشون مگه به تنهایی میتونه کربن دی اکسید رو کم بکنه، کنترل بکنه؟ نه. انسان خیلی مارمورکتر از این حرفه. اینقدر ماشاءالله ما تکنولوژی ما داره به جای بدی کشیده میشه که محیط زیست داره به بدترین شکل از بین میره و معلوم نیست چی میشه دیگه تا سالهای آینده. ولی به هر حال کربن دی اکسید خیلی داره هی مقداری زیاد میشه و اصلا هم کنترل داره نمیشه. پس این کلن مورد اطلاعات عمومی بود. اگه میتونست که الان وضع ما این نبود. این صفحه آپارات هم پریده، چت بچه ها رو ندارم، بذار بگم چت ما رو بیاره این بچه ها چی میگن. این غلط شد، اینم این درست شد دیگه. میگه به تنهایی نمیتواند. آره دیگه به تنهایی نمیتواند. چرا غلط شدیم؟ اوه اینترنت داده ای من تمام شده. فکر کنم الان میاد. بیشتر تو برگ. خب بچه به پایان رسیدین دفتر، حکایت همچنان باقی است. همین دیگه ضرب المثلش. خسته نباشید. امیدوارم که این چند ساعت، یک ساعت و نیم شد، تو یک ساعت و نیم اومدیم سوالای مهم بررسی کردیم. امیدوارم که براتون حسابی مفید واقع شده باشه. بچه خیلی مهمه، باز تاکید میکنم این دو روز آخر اصلا هر چقدر خوندی و نخوندی بذار کنار. من میگم آقا کسی که صفر صفر هم هست بشینه این دو روز حسابی استفاده بکنه میتونه به سوال جواب بده. بس دیدی سوالا اونقدر چیز سختی نبودن، بجز چند مورد آنچنان چیز خیلی شاخی نبودن. بچا انرژی ها پایان کلاس ببینیم به چه صورته، چقدر انرژی ها بالاست، چیکار باید بکنین انرژی ها بره بالا. شما لطف دارین بچه، نظر لطفتونه. خستم نباشید خودتون، امیدوارم که آزمون خوبی رو داشته باشید. فعلا خدا نگهدار.